تو اون سالها بیابونی بود تو خاک های داراب، بیابونی بی آب و علف، تموم چشمه های جوشان آب تلف شد. جوونه ها قبل رسیدن به باغ آروم میرفتن توی قصه خواب، کسی نمون جز چند خانوار که بعد کلی کار کردن چند چاه آب. در کنار هم زندگی رو کردن آغاز، صبح کار و شغل، شب دعا و آواز. بعد مدتی کارگر شد، دعاها و زمینشون بارور شد. خرما، سیب، بادام کوچک شدن آغاز بازار کوچک. کشت پنبه، نخت، ریسندگی، روسری، پوشیه تا شال کوچک. بابا باد و ننه صحرا توی اون فصلا ازدواج کردن. مدتی گذشت، صحرا مادر شد، یه دختر کوچیک اسمشو گذاشت مریم. مریم بزرگ شد با دار و قالی، همیشه افسرده و تار و خالی. غمگین میپرسید از مادرش صحرا که توی کل دنیا همین داراب و داریم. این سوال بود توی فکر مریم، توی داراب نبود به شکل مریم. مگه انتهای رویا دارابه؟ همه فکر میکنن دنیا دارابه. این سوال بود توی فکر مریم، توی داراب نبود به شکل مریم. مگه انتهای رویا دارابه؟ همه فکر میکنن دنیا دارابه. گذشت و کارگر شد، کشت پنبه، نخریسی بارور شد. کت خدا با فکر صادرات پارچه دستور داد بکنن باز مرز. کم کم دهات دیلاغ طالاب تبدیل شد به ییلاغ داراب. مالکین اطراف با خریدن ملک و زمین شدن هم پیمان داراب. چکات قد بلند فریبنده، پسر یکی از ملاکین کوهستان. اسادت پسرای توی دارا با حسرت دخترای زیر پوشیه. آخرای هفته تو تعطیلات کوه توی دارا در حال گشتن بود. اهل بیرون این کوی و برزن شاید بهترین پاسخ سوال مریم بود. چرا قدتون بلنده؟ چرا نگاهتون با ما پر از فرقه؟ چی شد که شدید مسافر داراب؟ چی میگذره پشت کوه مجاور داراب؟ چکات تو این گستره تنهاست، درگیر مریم شد و لکنت حرفاش. بین این عشق در فاصله است، بین پسر کوهستان و دختر صحرا. نزدیک مریم میکشه نفس، شرم دختر رو میکشه عقب. مریم تو فکرش با تکفیر کت خدا به دور پرنده عشق میکشه قفس. هر روز همین بود، پاشو پس میکشید، چکاد نقشه ای از هوس میکشید. یا میای با من سمت کوهای کلیوش، یا به کت خدا میگم دارم موهای بریدتو. قلب مریم یه گوشه چکید، رکاب زخمی خون نگین. بعد تکفیر داراب واسه مدتی خونه نشین شد. ننه صحرا غم تو نگاش بود، میگفت این ننگ باید از ما جدا شه. مادر نگام کن، دامن من پاکه، اون موهای من نبود، موهام سر جاشه. موهام سر جاشه. تا که یک روز داراب و صدا کرد، عزادارا رو نگاه کرد، شالش رو برداشت، از حجابش دفاع کرد. قصه به اونجا رسید که داراب با حیرت این گستاخی رو نگاه کرد، دوباره تکفیر رو امضا کرد.